سلام به همراهان عزیز کانال لیلی کندی، لطفا تا آخر ویدیو با من باشین، چون هم قراره با یک قسمت دیگه از اعضای خانواده من آشنا بشین، هم قراره صحنه های بسیار خوشگل ببینین. دوم مهر ماه 1403، هفته آخر سپتامبر 2024، با ماشین خودمون از پردیس تهران حرکت کردیم به سمت شمال گیلان. از این گردنه های کوهین که به این زیبایی بود گذشتیم. قراره دو سه روز بریم ماسال، خونه برادرم. ماسال شهر زیبای استان گیلان، معروف به عروس گیلان. دو سه روز خونه داداش همینا ماسال رو بگردیم و بعد هم حرکت کنیم به سمت آذربایجان و از مرز بازرگان خارج بشیم، بریم ترکیه و برگردیم اروپا. برای تازه واردین پیج میگم، ما الان با ماشین شخصیمون از اروپا اومدیم ایران و باید برگردیم اروپا. تابلوی منجیل رو دیدین، از اینجا شروع کرد باد بوزه و آسیاب‌های بادی هم داخل جاده هست. حالا نشونتون میدم، ما از کمربندی اکثر شهرها رد میشیم ولی یک کوچولو شهرها هم میتونین ببینید. اینجا ساعت 1:02 بعد از ظهر بود ولی ببینید هوا ابری بود و اینجا شهر منجیله. یه مقدار شهر رو ببینید، باد هم که میوزید و بعدش هم شهر رودبار رو میبینین. شهر رودبار هم که خاطره تلخ زلزله رودبار همیشه بر من یادآوری میشه. خیلی دوست داشتم شهر رشت رو این بار هم ببینم ولی این سری فرصت نشد، برای اینکه ما حدود 2 ماه و نیم ایران موندیم و باید سری برمیگشتیم قبل از اینکه به سرمای جاده های اروپا بخوریم. هرچه به سمت خطه گیلان نزدیکتر میشدیم، این جاده ها سرسبزتر می شد، هوا ابری تر می شد و هوا هم خنکتر و مرطوب تر می شد. اینجا دیگه وارد خطه سرسبز گیلان شدیم و شالیزارهای زیباشو ببینید. اینجا رستم آباده، نرسیده به ماسال و یک شهرک کوچیک بود، هوای بسیار خوبی داشت و شالیزارهای برنج بسیار زیاد. ما یه مقدار استراحت کردیم، چای توی ماشین داشتیم خوردیم و باز به حرکت خودمون ادامه دادیم. خب خودتون میدونی شهرهای شمال ایران کوچیکه و از خیلی شهرها و روستاها رد شدیم، اسمشو یادم نمیاد. ماشینمونم که تا خرخره پره، چون دیگه داشتیم برمیگشتیم اروپا. روز آخری بود که توی تهران بودیم و از تهران زدیم بیرون. همونطور که میبینید جاده ها داشت سرسبزتر میشد، بارون شروع کرد به باریدن و چه بارونی شد. حالا قرار بارون شدید هم ببینید. توی 2 ماه و نیمی که ایران بودم خیلی بهم خوش گذشت. خانوادم خیلی زحمت کشیدن و خیلی ازشون ممنونم. ایشالله شما هم میرین ایران، بهتون خوش بگذره. یه مقدار تهران بودم، یه مقداری از فامیلم تهران هستن، یه تعداد زیادشون هم اصفهان هستن، نجف آباد، ویلا شهر. خلاصه که بین استان اصفهان و استان تهران و مازندران و گیلان همش در حال تردد بودم. ببینید چه بارون شدیدی گرفت. برای کسایی که جدید هستن بگم که ولاگ های قبل یوتیوب هم ببینن، ولاگ های ایران گردی دارم. ببینید این گاو ها همینجور توی جاده رها بودن و حالا نمیدونم راست درست یا غلط، ولی برادرم میگفت که اگر بهشون بزنین مقصر اونا هستن، یعنی صاحب گاو ها، چون که نباید گاوها رو ول کنن. اینجا دیگه رسیدیم به شهر ماسال که معروف به عروس گیلان، از بس سرسبز و قشنگه. حالا بریم ویلای داداشم رو ببینیم و البته داداشم اینا هم ساکن اصفهان هستن هم ساکن شمال ایران. این ویلاشونه، ببینید چقدر سروهای بلندی داشت، یه سری درختی داشت که من اسمشو نمیدونم. سر این درختها گل بود، خیلی بلند بود ولی سرش گل بود. خب اینجا دیگه وارد ویلا شدیم. هول و هوش 4 ساعت و نیم توی راه بودیم از پردیس تهران تا وسط ماسال. این هم ویلای زیبای برادر من. البته دخترش و دامادش هم از تهران به ما ملحق شده بودن، اونها هم اونجا بودن و من قبلا هم تهران خونه محشید دختر برادرم رفته بودم. شما فیلم و ولاگ زیاد ازشون گذاشتم، ولاگ ایران مال با محشید دختر برادرم. خب اینجا دیگه پارک کردیم، این پسر برادرمه و زنداداشم اومدن پیشوازمون. این هم نوه برادر منه. امیر هم طبق معمول داره به هووی من به ماشینش میرسه. این هم پسر برادرمه و خلاصه رفتیم تو، شام خوردیم اون شب و استراحت کردیم، جایی نرفتیم و
قرار شد فردا صبح روز بعدش بریم یک اقامتگاه بسیار زیبا توی جاده ییلاقی ماسال که اصلا حرف نداشت، یعنی خیلی منظره زیبایی بود، خیلی جای قشنگی بود. این هم محشید دختر داداشم که یه بلبلی داره به نام بنجی، خیلی دوستش داره. این صبح روز بعده که ما دقیقا داشتیم آماده می شدیم، این هم زن داداشم، نوه داداشم، دختر محشید، داشتیم آماده می شدیم بریم جاده ییلاق و اون اقامتگاهی که زن داداشم تعریفش می کرد. ببینید چه کوچه داداشم اینا زیباست، این گلهای کاغذی و این ویو روبرو رو ببینید. اینجا داداشم وایساد زغال بخره، من سری چون شب قبلش اومده بودیم پیاده روی اینجا رو میشناختم، دویدم رفتم از روی پل وسط ماسال براتون از رودخونه وسط ماسال ویدیو گرفتم. اینجا دقیقا جاییه که داداشم ایستاده بود زغال بخره. ما ماشینمون رو نبردیم اون اقامتگاه ییلاقی و این هم رودخونه وسط شهر ماسال که بسیار پر آب و خروشانه و وقتایی که بارندگی شدیده گلالود هم میشه. این هم پل معروف وسط شهر ماسال. کلن شهر خیلی قشنگیه و مردم محلی داره، یه بازار محلی هم داشت که من توی اینستاگرام به اندازه کافی ازش فیلم گذاشتم، واسه همینه میگم اگر عضو پیج اینستاگرامم نیستید عضو بشید، اونجا فیلم های کوتاه‌تر میذارم و به اندازه کافی به صورت آپدیت سفرهام رو توی پیج اینستاگرامم توضیح میدم. استوریای اون پیج رو، یعنی پیج اینستاگرامم رو از دست ندید. خب اینجا روز بعد از رسیدن ما به ماسال هست که داریم حرکت میکنیم به سمت یک اقامتگاه زیبا در جاده ییلاقی ماسال. برادرم گفت میخواستم ببرمتون ییلاق، منتها خیلی هوا سرد بوده تو این فصل، ظاهرا تو مهما هوا ییلاق سرده، بنابراین رفتیم توی یک اقامتگاه داخل ییلاق. شما تا از جاده ها دارین لذت میبرین، من هم یه مقدار در مورد شهر ماسال براتون توضیح بدم. شهر ماسال در غرب استان گیلان، شهرهای نزدیک به شهر فومن و سومه سرا هست. کلا یک شهر کوهپایه‌ای، هوای بسیار خنکی داره، نزدیک به کوههای تالشه. ییلاق های بسیار زیبا و معروفی داره، معروف ترینش ییلاق اولس بلانکا است اگر درست تلفظ کنم. اکثر مردمش دامدار کشاورز هستن ولی تو سالهای اخیر با اجاره دادن ویلا و کارهای ساخت و ساز و زمین سازی و ویلا سازی این تجارت جدید هم به شغل مردمش اضافه شده. جمعیت این شهر حدود 53,000 نفره. زبان مردمش تالشیه. فاصله ماسال تا رشت حدود 1 ساعت با ماشین. تا بندر انزلی حدود 40 دقیقه هست. تا لاهیجان حدود 1.5 ساعت، البته با ماشین شخصی. با ماسوله هم حدود 40 دقیقه با ماشین فاصله داره. ما توی این ویدیو 2 تا از جاهای خیلی خوشگل و بکر ماسال رو قراره ببینیم. اینجا توی جاده ما نگه داشتیم چای بخوریم دوره هم. تابلوی یه روستا رو دیدیم که اسم روستاش سیاه دول بود. گفتیم اسم قحطیه گذاشتن. چند تا از فالوورای اینستام که تالشی بودن توی دایرکت بهم گفتن که دول در زبان تالشی به معنی چاله هست و سیاه دول یعنی شهر یا روستایی که توش چاله های سیاهه و من به لطف فالوورهام یه کوچولو تالشی یاد گرفتم. ما اون روز ماشین خودمون رو نبردیم، من تو ماشین داداشم نشسته بودم. زن داداش عزیزم مثل همیشه لطف کردن، اون هم دختر داداشم که دست تکون داد، گفتش که جلوی ماشین بشین که بتونی برای فالوورهای پیج اینستاد و سابسکرایبرهای کانال یوتیوبت تولید محتوا کنی. یک عده از فالوورهای اینستاگرام وقتی که من استوری ها رو گذاشتم، چون بهتون میگم اونجا استوری ها رو آپدیت میذارم به روز، ببینید جاده ییلاق رو چقدر زیباست، اومدن بهم گفتن که چرا جلو نشستی، گفتم بابا من از اون خواهر شوهر جلو بشینا نیستم. زن داداشم خودش منو مجبور کرد. اینجا جاده ییلاق، ما از ماشین پیاده شدیم، باز اینجا چای خوردیم، چقدر زیبا بود. ما 2 تا ماشین بودیم، ماشین داداشم و ماشین داماد داداشم. ماشین خودمون رو همونطور که گفتم نبرده بودیم، بلکه جاده های یه مقدار خاکی بود و یه مقدار هم رانندگی داخلش سخت بود. امیر هم که عادت با جاده های ایران نداره. این هم دختر داداشم محشید در حال فیلم گرفتن، داداشم که داره طبیعت رو آلوده میکنه و این هم خودم در حال تولید محتوا برای شماها که این فیلمو دختر داداشم یواشکی ازم گرفته. ببینید تا لبه پرتگاه به خاطر شما میرم که بتونم فیلمای خوب براتون تهیه کنم. خلاصه اینجا دیگه سوار ماشین شدیم، باز ادامه دادیم، سرازیری و شیب بود تا رسیدیم به اینجا اقامتگاه مادر در جاده ییلاق ماسال.
ببینید چقدر کلبه سوئیسی برای اجاره داشت. این کلبه‌های سوئیسی ببینید جدیداً توی ایران توی روستاهای شمال میزنم. من 4 سال پیش که اومدم ایران ندیدم اینا رو شمال. وارد اقامتگاه شدیم، چقدر این اقامتگاه مادر زیبا بود. یه رودخونه از وسط این اقامتگاه میگذشت، توی گودی به داخل کوها بود، اصلا یه چیز خیلی قشنگی. من ترجیح میدم خودتون ببینید. اینجا ماشین رو پارک کردیم، آلاچیق داشتن اجاره میدادن. بعد بریم با هم داخل اقامتگاه ببینیم. داخل این اقامتگاه همونطور که گفتم هم آلاچیق اجاره میدادن، ببینید از این آلاچیق ها حتی کوچیکترش که ما داخلش بودیم، هم کلبه های سوئیسی و کلبه های برای خواب. این هم رودخونه وسط اقامتگاه. من و بهار داشتیم اینجا برای خودمون میچرخید. اینجا یه دونه آلاچیق گرفتیم و رفتیم داخلش نشستیم. زنداداش هم از خونه برنج شمال پخته بود، خیلی خوشمزه، و جوجه هم آورده بودن اونجا که داداش هم کباب کنه. چای گذاشتیم، خلاصه دور هم میدونین دیگه خودتون، ایران خوش میگذره با خانواده ها و تنقلات خوشمزه و آب و هوای عالی. این مرغ ها هم با سگ ها اونجا همینجور برای خودشون بل بودن و صدای آب، و من صدای اصلیش رو بخوام بذارم دیگه صدای صحبت های خودم نمیاد، و این طبیعت بکر و زیبا و هوای تمیز. البته ما دنبال خودمون غذا برده بودیم، ولی اونجا رستوران هست که غذای تازه براتون درست میکنن. حتی استخر پرورش ماهی قزلالا و ماهی های دیگه هست، میتونید برید تازه ماهی رو از خودشون بخرید، همونجا براتون کباب میکنن. این هم محشید. و خلاصه که اگر هم غذا بر خودتون نبردین نگرانی نداره، این رستوران و این هم استخر پرورش ماهیشونه و میتونید از خودشون غذا بخرید. قیمتاشون هم واقعا مناسبه، خیلی هم خوش برخوردن، تالشی هستن و خیلی مهربونن. این هم آلاچیق ما در حال تخم شکستن و گفتگو و بگو بخند با این منظره و ویو زیبا دور و برمون. به به، این هم آقای طهماسبی رئیس اقامتگاه که برامون قلیون برای زنداداشم آورد، قلیون سیب و نعنا، نمیدونم پرتقال و نعنا، خلاصه زحمت کشیدن آوردن. قلیون همونجا میفروشن. البته قبلا بهتون گفتم من اهل قلیون کشیدن نیستم و زنداداش هم هوس کرده بود تو این هوا. اون هم قلیون نیست که دائم قلیون بذاره، ولی خب اونجا تو اون هوا مثل که میطلبید. دیگه چای خوردیم، میوه خوردیم، کلی گپ زدیم، صحبت کردیم توی این آلاچیق های زیبا. گفتن از قرار بارون بیاد، ولی خب اشکال نداشت بخاطر که داخل آلاچیق نشسته بودیم. دیگه همه داشت کم کم گرسنه‌شون میشد. زنداداش من هم داشت میگفت برنج سرد میشه، چون برنج توی خونه پخته بود. دیگه داداشم پاشد بساط جوجه رو آماده کرد. نم نم بارون داشت شروع میشد. نهار که خوردیم، من برادرم توی شهر سومه سرای که نزدیک ماسال هست در حال ساختن یک ویلا هستن. داداشم گفت بریم ویلا رو ببینیم. بعد گفتیم از راه بریم، دیگه غروب میشد. خودتونم خوب میدونین که شبها برای تولید محتوا، چه برای یوتیوب چه برای اینستا، زیاد جالب نیست مگر که جای خاصی باشه. دیگه ما رفتیم، حالا میبینید توی اپیزودهای بعدی، یه جای خوشگل به بهونه دیدن ویلای برادرم تو شهر سومه سرا رفتیم. از یه جای خوشگل دیگه، یه ویلای خوشگل دیگه هم دیدن کردیم. اینم من و امیر در حال کل کل کردم و محشیدی که این فیلم ها رو بدون اطلاع من میگرفت و بعد برام میفرستاد، کلی ذوق میکردم. ببینید چقدر این کلبه هاش خوشگل بودن. بچه ها اینا هم برای اجاره بودا، سویت برای اجاره داشتن. دیگه اینجا جمع کردیم وسایل رو بریم. موبایل رو دادم به نوه داداشم بهار که از اون فیلم بگیره. ببینید چه فیلم اسلو موشن خوشگلی از همون گرفته. حرکت کردیم، از جاده ییلاق زدیم بیرون. قرار حرکت کنیم به سمت سومه سرا برای دیدن ویلای نیم ساخت برادرم، و البته یه جای خیلی خوشگل دیگه هم توی راهمون دیدیم. فردا هم قراره بریم، یعنی توی فکر کنم آخر همین فیلم گذاشتم اپیزودهاشو، فرداش قرار بود بریم یه جای دیدنی دیگه ماسال رو ببینیم. اینم جاده بین ماسال و سومه سرا، و مردمی که جمعه بود و زده بودن از خونه ها بیرون پیکنیک کرده بودن. حتما میدونید بهترین فصل برای سفر به شمال فکر میکنم ماه سپتامبر یا همون مه ماه باشه. گاو ها هم که همینطور کنار جاده در حال حرکت. وارد سومه سرا شدیم و
خانم همسایه برادرم زنگ زدم بهشون، گفتن که چای گذاشتیم بیاین اینجا. بعد رفتیم، حالا ویلای اونا رو میبینین از نزدیک چقدر خوشگله، شبیه معبد ژاپنی ها ساخته بودن. یک پوند یا نمیدونم چی میگن، استخر یا آبگیر خیلی جالبی داشت. این نمای ویلا از بیرونه و یک آبگیر یا نمای خیلی جالبی داشت که یه تولد کوچولو هم داشتن، ولی خب به ما نگفته بودن. ظاهرا مهمان داشتن، مهمانهاشون تولد اونجا گرفته بودن. خیلی زحمت کشیدن برای ما، چای شیرینی گذاشتن برامون، آش دوغ پختن، آش دوغ البته آش دوغ شمالی نبود، آش دوغ کردی بود، چون خانمی که برامون زحمت پختش کشیده بود کرد بودن. ببینید اینجا چقدر قشنگ بود. ایشون همسایه برادرم اینا هستن و این هم ویلای داداش من که از تو حیات ویلای اینا قشنگ کاملا پیداست، یعنی روبروی همن. این هم سگشون که همش اونجا بر خودش میچرخید. گفت سگمون دو قلو بوده، یک قلش رو دزدای گاو اومدن با چوب زدن تو سرش کشتن و گاوها رو دزدیدن بردن. قیمت یک گاو هم الان توی ایران 100 میلیون 200 میلیون تومنه. ظاهرا دزد زیاد میزنه به این روستای کوچیک شمال و اونایی که گاو و کلن دام و طیور دارن. این هم ما توی حیات همسایه ویلای داداشم اینا. این هم ویلای نیمه تمام برادرم که من ازش براتون فیلم گرفتم. ایشالله سری بعد بیام ایران این ویلا تموم شده و ما همسایه این ویلا به سبک ژاپنی هستیم. اینجا روز بعد که ما قرار شد بریم بام سبز ماسال که یکی دیگه از جاذبه‌های گردشگری ماسال هست ببینیم. البته به زیبایی اون جاده ییلاق و اقامتگاه مادر نبود. این بار ماشین خودمون رو بردیم چون جاده زیاد ناهموار نبود. آخه ماشین ما پر از جنس برای برگشت به اروپا و یه مقدار سنگین هم هست. بعضی موقع کفش به زمین و دست اندازها گیر میکنه. برای همین روز قبل نبردیم. روز دوم اومدیم اینجا، بام سبز ماسال که از جاذبه‌های دیگه ماسال، خیلی خوش آب و هوا و از این دکه‌های چای و اینا داره کنار خودش. صبح زود بود اومدیم، یه دونه چی میگن آلاچیق گرفتیم و اینجا هم یک چای خوردیم. خیلی جای خوبی بود. حالا زیبایی‌هاشو توی صحنه‌های بعد بیشتر میبینید. تا آخر ویدیو باشید با من. ممنون میشم که با لایک و کامنت هاتون کانال خودتون رو حمایت کنید و اگر هم عضو پیج اینستاگرام هم نیستید حتما عضو بشین و استوریای اون پیج رو از دست ندین، چون من به صورت زنده و آنلاین و آپدیت، ببخشید آنلاین نه، آپدیت از هر جایی که میرفتم استوری میذاشتم. اما خب ساخت ولاگ های یوتیوب یه مقدار زمان میبره و همیشه یک مقدار عقبه، ولی خب عوضش با حوصله بیشتر آدم توضیح میده. فیلم ها تون نیست. توی اینستاگرام فیلم های 1 دقیقه 2 دقیقه بیشتر نمیشه دانلود کرد. اینجا هم بام ماسال رو دیدیم، کلی چای خوردیم، رقصیدیم. توی استوری های اینستام حتما دیدین کلی رقصیدیم. چایشون هم که چقدر چای شمال خوشمزه است. و برگشتیم به سمت ویلای برادرم. روز بعدش قرار حرکت کنیم از سمت خلخال و از ایران خارج بشیم. حالا ولایت های بعد با من همراه باشین، حتما براتون توضیح میدم که چجوری قراره از ایران از مرز بازرگان بزنیم بیرون. از جاده هاش حتما براتون فیلم میگیرم. مسیر جاده های خلخال هم خیلی زیباست. خلاصه که قراره از استان آذربایجان، شهر خلخال، میانه و کلی شهر دیگه که الان اسمش یادم نیست رد بشیم و بریم به سمت ترکیه و بعد هم از ترکیه بریم اروپا. حتما ولاگ های بعد رو همراه من باشین. ببینید چقدر این جاده ها قشنگ بود بچه ها، انگار نقاشی بود. اینجا دیگه برگشتیم باز ویلای برادرم، شب بخوابیم استراحت کنیم و صبح زود حرکت کنیم به سمت اروپا.